یو اسکوت چطوری بچه ها؟ بر دیل پی هستم. خوش اومدید به یه گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی پیور راک. اگه از این بازی خوشتون اومد و دوست داشتین که گیم پلی بیشتری ازش واسهتون بذارم، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید. بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. آدرس پیج اینستاگرام هم این پایین براتون میاد، حتما اونجا هم منو دنبال کنید. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب داستان بازی اینجوریه که ما باید این صخره ها بریم بالا و ماشینای مختلفو تست کنیم. فیزیک بازی واقعا قویه. ببین همینجوری حالت عادی که میری روی دونه سنگ، باد لاستیک ماشینم کم و زیاد میشه. حتی حالا چجوری باید این صخره ها بریم بالا؟ من این مسیر رو الان انتخاب میکنم واسه بالا رفتن از این صخره های عصبی. خیلی صخره های ناراحتی هن. همینجا گیر کردیم. ماشینمون هم دنده‌ای دستی، باید همه کار رو انجام بدیم. بذار یه دفعه اون طرف رو تست کنم ببینم اینجا میتونیم بریم بالا. این تیکه فکر کنم راحت تر باشه یه مقدار ازش بالا رفتم. باری کلا ماشینه چقدر قویه خدا وکیلی. خیلی شبیه پاترولای قدیمیه. اکثر ماشیناش سرعت ندارن ولی زور فوق‌العاده زیادی دارن. چرا الکی دستی کشیدم؟ برو بالا ماشالله. خب دیگه فکر کنم بقیهش خیلی آسون بشه دیگه. قسمتهای سختش رو رد کردیم تقریبا. بابا باری کلا چقدر این ماشین خفنه. عجب زور و هندلینگی داره ماشینه. میبینی کمک فنراش تو کجا کش میاد داری از صخره میری بالا؟ خیلی خفنه بازیش. بازی کم حجمی هم هست. اگه سیستم ضعیف هم داشته باشید خیلی راحت میتونید با گرافیک بالا این بازی رو انجام بدید. خب فقط نمیدونم الان میشن داشتیم ما مثلا تسکی رو باید کامل میکردیم یا نه، چون اینجا جلوتر که اصلا نمیتونیم دیگه بریم. این قسمت صخره هم که تمامشون کردیم دیگه، همشون رو رفتیم. ببینم جای دیگه ای هست که ما بتونیم بنوردیمش یا نه. تمام شد، همین قسمت بود. فقط مپ بازی زیاد بزرگ نیست، یه تیکه های خاصی و فقط مشخص کردن که میتونیم ماشینا رو تست کنی، ولی این ماشین های مختلف و مپ های مختلفی هست کلا. حالا بقیهشون هم بهتون نشون میدم. بذار ببینم این دیگه تموم شد. آره دیگه این مپو فکر کنم همشو رفتیم تقریبا. بریم سراغ یه مپ دیگه با یه ماشین جدید. خب الان یه مپ دیگه رو انتخاب کردم ولی خیلی دوست داشتم با یه ماشین مورد علاقه خودم میومدم تو این مپ. حالا با اون ماشینم میام. بذار اینو فعلا تستش بکنیم ببینیم چی جوری میره بالا. بابا چقدر خفن، چه زوری دارن این ماشینا. من نمیدونم واقعا این مدل ماشینا میتونن از این صخره برن بالا یا نه. آخ بعد جای گیر افتادیم. لاستیک ماشین رو نگاه کن خدا وکیلی. لاستیکه رو ببین چی جوری بادش کم و زیاد میشه. خیلی گیم خفنیه اینم. خیلی حال کردم باش. ما اگه اینجا ذره دنده عقب بگیریم میتونه کمکمون بکنه یا نه؟ نه مثل این که دنده سنگین چی؟ مثلا بذاریم دنده یک. یه ذره زور بیشتری داره به ماشین میاد. میتونستیم یه کارایی بکنیم و داشت رد میشد. من ردش میکنم، من این ماشین اینجا در میارم. ببین قشنگ فشاری که روی لاستیکا جلوه رو الان من دارم حس میکنم. قشنگ معلومه داره به لاستیکا فشار میاد. یه ذره دیگه بریم جلو تمومه. ایول بابا باریکلا، سلطان صخره نوردی اینجاست. چی فکر کردی؟ خب دیگه بقیهشو میذاریم رو حالت اتومات. تا جایی هم که میتونیم از صخره‌های صعب العبور رد نمیشیم، مسیر صافو میرم. چه سنگی بود، ولی اصلا این سنگا نمیتونه جلوی این ماشینو بگیره. این سنگا که چی، اون کوهرم واسهت میرم بالا. اینجا رو نگاه کن چجوری از این صخره بکشم بالا فقط ماشینو. بابا باریکلا، افته بودم و خدا وکیلی قوی اومدم بالا. نمیدونم چرا نشد. یه بار دیگه باید تست کنیم. خب مثل این که این طرف این صخره نمیتونیم اصلا ما بریم بالا. بذاری دنده عقبه دیگه بگیرم، یکم از دورتر یه نگاه بندازیم ببینیم چه خبره. آها از اینجا میتونیم بریم بالا ایزی. اینم میکشه بالا، فقط دیگه ماشین 90 درجه میشه. خدا وکیلی راه نداره بره بالا. چراغ عقبمونم سوخت. این تیکه هم مپم لاکه. مثل اینکه از همینجا باید بریم. کاش با یه چیزی مشخص میکرد که چه مسیرهایی رو میتونیم بریم. فقط اینجوری خیلی ظلمه. من با این سرعت 2 ساعت بعد تا یه جا برم، بعد تازه بفهمم اصلا اونجا نمیشه رد چی. خیلی نامردیه دیگه. ببین فکر کنم این قسمت هم اون قسمتاییه که اصلا نمیشه ازش رد بشی، چون یه حالتیه که انگار ماشین گیر میکنه.
بذار بریم سمت دیگه، اصلا اینجا رو ولش کن. میرم مثلا از این ور میرم مثلا. میشه؟ یا اینجا لاک بود؟ اینجا فکر کنم لاک بود. آره. بعد برگردیم بریم همون سمتی. یه ایراد خیلی بزرگ که این بازی داره اینه که مپش رو دیگه خیلی کوچیک ساخته. خب اینجا رو هم تقریبا دیدیم، این ماشین هم تستش کردیم. بریم سراغ یه مپ دیگه با یه ماشین دیگه. خب ماشین بعدی که واسهتون آماده کردم یه دونه جیپ فوق‌العاده حرفه‌ایه. این مپش خیلی شبیه اون مپ قبلیه که رفتیم، ولی داستانش فرق میکنه دیگه. اون اینجوری شروع نمیشد. اه بچه رای میره این ماشین، چه قدرتی بابا، باریکلا. فکر کنم واقعا این مدل ماشینا میتونن این مسیرا رو برن که تو این گیم گذاشتن دیگه، بعید میدونم الکی باشه. آخ خب حالا یه داستان دیگه که پیش میاد، ماشین که چپ میکنه چی کار باید بکنی؟ حالا من دنده سنگین بذارم اینجا در میای، میتونی ماشین رو صاف بکنی یا نه؟ بذار یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. ببین این چرخی که اون زیر مونده میتونه زندگی ما رو تغییر بده. میبینی؟ فقط اون لاستیکه میتونه ماشین رو برگردونه که بد جوری گیر کرده. فکر نکنم دیگه بشه کاریش کرد. یه دفعه ریستارتش میکنم از اول بریم. بعد جایی گیر افتادیم. الان دیگه کاملا حرفه‌ای میخوام برم جلو. ببین تیکه اولی که رفتیم که درست بود، مشکلی نداشت. اینجا رو فقط باید از وسط این درخت رد بشم. ای بابا اینجا هم که لاکه که. چقدر مسخره است این داستانش. یعنی چی آخه الکی مسیر رو میبندی؟ شاید هم فقط باید از روی صخره ها بری، مثلا از جای دیگه نمیشه بری. این کارو کردن که زیاد هم مسیرهای صاف نتونی بری بیای، حال کنی واسه خودت، ولی صخره نوردی که واقعا بیشتر حال میده. من ترجیح میدم کل مسیر رو از روی صخره برم. اه به ببین کجا آوردمتون، عجب جاییه. واقعا خیلی حال میده با این مدل ماشین رو بری صخره نوردی. یکی از کارهاییه که خودم خیلی دوست دارم. به به حرکت رو ببین، این ماشین دوباره چپ شد. یه ذره هندلینگ این ماشین ضعیفه. بریم یه مپ دیگه با یه ماشین جدید. خب آقا یه جای خیلی خفن رو بردمتون با ماشین مورد علاقه خودم. تو این مپ یکی دیگه به جز خودمونم هست. نفهمیدم چی شد، آنلاین شد، چه اتفاقی افتاد؟ ربات این چیکار داره میکنه اینجا؟ ببین اگه من لاستیکو بندازم لب لاستیک این، هیچ اتفاقی نمیفته، به خاطر اینکه لاستیک اونو هنوز نشناخته. ولی میتونیم خودمون بندازیم قشنگ از اینجا بریم بالا. امیدوارم که مپش یه ذره بزرگتر باشه بتونیم بریم جای باحالش هم ببینیم. خیلی دلم میخواد برم توی مپ بزرگ که انقدر زود تموم نشه تو این بازی. جای خیلی خفن و دوست دارم برم ببینم. لاستیک ماشین رو نگاه کن چجوری فرو میره تو گلوشن و اینا. بازی شبیه ساز ببین به این میگن. قشنگ همه چیو طبیعی طبیعی ساختن. البته تا جایی که تونستن دیگه، هنوز خیلی کار داشت. میتونستن این کاری کنن چرخای ماشین که داره میچرخه مثلا خاک و شن و اینا بپاشه، ولی احتمالاً میخواستن حجم بازی رو خیلی نبرن بالا، همه بتونن بازی کنن دیگه. این چیه اونجا؟ یه دونه این باربرا هم اینجا هست. پس ببینم میتونم وصلش کنم به ماشین خودمون. یه دنده عقب سوئیسی میگیریم خیلی تمیز. من البته اون جاش ماشینم الان نداره، ولی ترجیح میدم که تستشو بکنیم. نشد. خب آها، ما اصلا تا الان داشتیم برعکس میرفتیم بابا، صخره ها این طرفی هن. اوج لذت بازی اینجاست. به به این ماشینه همشون خفن تره خدای. آخ آخ چه چشی زدم تو گفتم جب کرد ماشینه. یه کمک به ما بکن ماشینو صاف کنیم، یه فن بزن من ماشینو برگردونم. آبا میتونی راحت اینو برش گردونی ها، دست و پا چلفتی نباش دیگه انقدر. کی به تو اصلا گفته بیای آفرود وقتی ارزه نداری؟ بذار ریستارت بدم دوباره بیام. خب این یارو مثل این که ربات هستن، این آدم عادی نیست. بذار ذره اول اینو اذیتش کنم ببینم میتونم ماشین این برم بالا. اوه الان گیر میکنه به اونجا، اونو زد پرتش کرد اون براسن. این یارو رو یه دره ای چیزی اگه بود پرتش میکردم پایین. هسته دیگه، برو دنبال بازیت، زیاد تو مسیر من پیدات نشه. خب این صخره ها هم صخره های خوشگلی هم واسه نوردیدن. او رو بالا ببینم. بابا ضعیف شدی که، تا از این ماشین من تعریف کردم یه دفعه اصلا گند زده شد توش. یه بار دیگه باید بیاد. خب من الان دیگه میخوام قشنگ مسیر استاندارد برم بالا. ببین این تیکه رو که خیلی تمیز این وسط میریم بدون هیچ مشکلی، کار خیلی سختی نیستش اصلا. یه ذره میایم این طرف، از روی این سنگ ریزه هم خیلی تمیز رد میشیم. وقتی میشه از این جای خاکی بری، واسه چی باید بری رو صخره آخه؟ بیا عقب، بیا عقب، با بیا عقب زدی ماشین رو ترکوندی. فکر کنم اگه بتونیم بریم نوک اون قله وایسیم، مثلا به یه موفقیتی دست پیدا کرده باشیم. بذار سعی خودمون رو بکنیم. اینجا رو میذاریم دنده سنگین، ببینم زورش میرسه بره بالا یا نه.
نه اینجوری نمیشه. یکم دنده عقب میگیریم. اینجا ترمز دستی رو باید بکش. میذارم رو هم حالت اتوماتش. از این بغل بکش. برو بالا. برو بالا. نیفتی پایینو. بابا خاک تو سره. دوباره گند زده شد تو ماشین. ولی در کل با بازی خیلی حال کردم. خیلی گیم خفنی بود. بهتون پیشنهاد میکنم حتی اگه سیستم ضعیفی هم دارید یه بار این بازی رو امتحان کنید. خیلی بهتون حال میده. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این بازی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که بیشتر از این مدل بازی‌ها براتون گیم پلی بذارم یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید، بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.